با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت تک تک شما عزیزان. امیدوارم که حالتون عالی باشه و دمتون گرم که با نظرها، پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون ما رو همراهی میکنین. این سیاست هم واقعا پدر مادر نداره دوستان. همونطور که تو برنامه قبلی هم گفتیم، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سفر به ارمنستان گفته که ما به حمایت از یک پارچگی دموکراسی ارمنستان و مرزها ادامه خواهیم داد و در برابر هر تلاشی برای تغییر مرزهای این کشور مقاومت خواهیم کرد. او همچنین گفته که مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای رو در محکومیت اقدامات جمهوری آذربایجان ارائه داده که امیدواریم به زودی تصویب بشه. و او در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره موضع واشنگتن در قبال درگیری‌های اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان گفته که واکنش فوری ما توقف خشونت و ایجاد آتش بس است. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تو این سفر مدعی شد که حاکمیت ارمنستان واسه واشنگتن ارزشمنده. او حملات از سوی جمهوری آذربایجان رو غیرقانونی خواند و آن را محکوم کرد. پاشینیان هم از اونور اظهار کرده که ارمنستان از موضع صریح ایالات متحده در قبال تجاوزات جمهوری آذربایجان قدردانی می‌کند. این اظهارات اما با واکنش باکو مواجه شده و آذربایجان روز یکشنبه این سخنان را مداخله جویانه و جانبدارانه توصیف کرده و گفته که این اظهارات بی پایه و اساس و ناعادلانه هست و به طور جدی به تلاش‌های صلح بین ارمنستان و آذربایجان لطمه میزنه. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه اعلام کرده که اتهامات غیر منصفانه و غیر مستند پلوسی علیه آذربایجان غیر قابل قبول هست. پلوسی به عنوان یک سیاستمدار طرفدار ارمنستان شناخته میشود. وقتی میگیم سیاست پدر مادر نداره یعنی چی دوستان؟ نانسی پلوسی میاد ارمنستان رو از آذربایجان میخواد که حملاتش رو متوقف کنه، از اون ور اسرائیل داره آذربایجان رو تسلیح میکنه علیه ارمنستان. حالا فازشون چیه؟ جلوگیری از نفوذ ایران و روسیه، چون ارمنیا خواستار مقاومت در برابر باکو و برکناری پاشینیان هستن که این یعنی نفوذ ایران. از اون ورم پاشینیان یه مهره غرب زده است که مثل موم تو دستای غربی است. پس بهترین کار اینه که با توقف حملات علیه ارمنستان پاشینیان رو در قدرت نگهداری. عوضش با چند تا قرارداد ترکمنچای چند تا سرزمین رو ازش بگیری و بدی به باکو. هم باکو رو پیش خودت نگهدار، هم ارمنستان رو و جفتش رو مرکز تضعیف ایران و روسیه قرار بده. سخنگوی کرملین روز دوشنبه در واکنش به سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به ارمنستان گفته که گام‌های عوام‌فریبانه کمکی به تثبیت اوضاع کمک نمی‌کنه. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که روسیه از اقداماتی که منجر به عادی‌سازی اوضاع بین ارمنستان و آذربایجان میشه استقبال خواهد کرد. پسکوف گفت از هر چیزی که بتواند به عادی‌سازی روابط و تثبیت اوضاع در مرزها کمک کنه، نه در گفتار بلکه در عمل، نه با صدای بلند و عوام‌فریبانه بلکه به صورت واقعی میتوان استقبال کرد. همزمان آقای کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم امروز بر آمادگی ایران برای کمک به پایان دادن تنش‌ها در قفقاز جنوبی تاکید کرد. موضع صریح و واضح جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات در منطقه قفقاز جنوبی بارها و بارها در سطوح مختلف به صورت رسمی بیان شده و در این ارتباط هیچ گونه ابهامی وجود نداره. ما خب متاسفانه اخیراً باز از روز سه‌شنبه هفته گذشته شاهد آغاز درگیری‌های جدید مرزی میان دو کشور همسایه ما، جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان بودیم. خب متاسفانه به کشته و زخمی شدن جمع زیادی از طرفین هم منجر شده. جمهوری اسلامی ایران خب مبتنی بر سیاست همسایگی و سیاست اصولی خودش مبنی بر تلاش برای کمک سازنده به حل فصل بحران‌های منطقه‌ای، خب در سریع‌ترین زمان ممکن وارد عمل و تلاش‌های سیاسی شد. در همین ارتباط گفتگوی نخست وزیر جمهوری ارمنستان با رئیس جمهوری اسلام ایران انجام شد و در این ارتباط تبادل نظر صورت گرفت. رئیس محترم جمهوری دیدگاه‌ها و مواضع جمهوری اسلام ایران رو در این ارتباط بیان کرد و توصیه‌های سیاسی خودش رو به طرف ارمنستانی منتقل کرد و بعد از اون گفتگوهای تلفنی وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران با همتای آذربایجانی انجام شد. خب در این ارتباط جمهوری اسلام ایران همانند سابق
که از ابتدای بحران از هیچ گونه کمکی برای ایجاد آرامش و پایان بخشیدن به درگیری ها دریغ نکرده بود، در این مرحله هم جمهوری اسلامی ایران با سرعت عمل وارد شد و با تلاش های دیپلماتیک تلاش کرد که آتش بس مجددا برقرار بشه، آرامش به مرزهای میان دو کشور برگرده. مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران کاملا روشن هست و واضح هست. ما معتقد به ضرورت استفاده از رویکرد و راهکارهای سیاسی برای پایان دادن به درگیری ها و کاهش تنش و ورود به گفتگوهای سیاسی برای حل و فصل اختلافات مرزی میان دو کشور هستیم، در خصوص ژئوپلیتیک منطقه و عدم تغییر مرزهای بین المللی. سیاست جمهوری اسلامی ایران کاملا واضح و روشن هست و بر ضرورت این موضوع همچنان تأکید میکنه. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش هم تأکید کردند که تمامیت ارضی ایران با تمام توان حفظ شده و خواهد شد. سرلشکر موسوی گفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هر روز بالنده تر و قوی تر با اقتدار به پیش می رود و پرچم استقلال کشور عزیز در جهان برافراشته است و تا کنون اجازه کوچکترین خدشه به استقلال کشور داده نشده و همونطور که تمامیت ارضی این کشور تا کنون حفظ شده، از این به بعد هم حفظ خواهد شد. از اون ورم بلینکن به الهام علیوف یه هشدار داده، گفته که به آتش بس پایبند باش. وزیر خارجه آمریکا هم در تماس تلفنی با الهام ازش خواسته که به آتش بس پایبند باشه، نیروهای نظامی خودش رو در خاک ارمنستان عقب بکشه و مسائل بین ارمنستان و باکو رو از طریق مذاکره حل و فصل کنه. برنامه خوبی واسه ارمنستان و آذربایجان چیدن. از یه طرف خودشون دارن جاپای روسیه تو ارمنستان میذارن و از احساسات ضد روسی که تو این کشور شکل گرفته بیشترین بهره رو میبرن. از اون ورم ترکیه و اسرائیل جاپاشون رو تو آذربایجان محکم میکنن که جلوی نفوذ ایران رو بگیرن. اردوغان هم که استاد ایجاد درگیری هستش، اما خیلی وقتا هم تیرش به سنگ میخوره. مناقشش با یونان کلا به ضررش تموم شد. تو سوریه هم که بعد از ایجاد کلی هرج و مرج و درگیری الان میخواد با بشار اسد دیدار داشته باشه. در همین راستا وزیر خارجه روسیه اعلام کرده که مسکو این آمادگی رو داره که جلسه دیدار اردوغان و اسد رو ترتیب بده. هفته گذشته رویترز گزارش داد که رئیس سازمان اطلاعات ترکیه طی هفته‌های اخیر با همتای سوریه خودش چند تا دیدار داشته که برخی از اونها در دمشق انجام گرفته. نشست امنیتی رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با همتای سوریش در دمشق با هدف آنچه ذوب کردن یخ روابط میان دو کشور خوانده شده، بازتاب عقب‌گرد ترکیه از موضع خود در خصوص تعامل با سوریه است. عرض کنم که این دیدارها تأییدی بر این امر که ترکیه از موضع خودش که بر سرنگونی نظام دمشق تاکید میکرد عقب نشینی کرده و به حل سیاسی بحران متمایل شده و شکست را قبول کرده. در همین حال یه منبع منطقه‌ای همپیمان با دمشق و یه منبع دیگر عالی رتبه حامی نظام سوریه در خاورمیانه به رویترز گفته که تماس‌های ترکیه و سوریه پیشرفت‌های بسیاری رو حاصل کرده، اما اونا جزئیات بیشتری بیان نکردن. دیگه اگه سید علی بخواد به کسی کمک کنه تا آخر کار باهاشه. غربیا با پشتیبانی از تکفیری‌ها تو سوریه و با ارسال کمک‌های مالی و تجهیزات از طریق ترکیه نتونستن علیه متحد ایران کاری از پیش ببرن. حالا واسه ایران میخوان شاخوشونه بکشن، ایرانی که داره به ابرقدرت‌های نظامی تجهیزات میفروشه تا گره از کارشون باز کنه. البته همون هم خیلی سعی کردن که تحریف کنن، ولی خب آخرش مجبور شدن که گوشه‌هایی از حقیقت رو هم بگن. چند وقتی میشه که اخبار فروش پهپادهای ایرانی به روس‌ها دائم در فضای مجازی به چشم میخوره. اولین بار خبر فروش پهپادهای ایرانی به دومین ارتش قدرتمند دنیا یعنی روسیه رو نیویورک تایمز مخابره کرد. و بعد از اون بود که مقامات کاخ سفید به شرح بیشتر این ماجرا پرداختن. در ابتدا به نظر می رسید که هدف اصلی اعلام این خبر از سوی رسانه ها زیر فشار بردن ایران در فضای رسانه‌ای همزمان با مذاکرات اتمی باشه. خب موازنه رو به نفع روسیه رقم بزنه. اما رفته رفته گزارش‌های بیشتری به بیرون آمد. هم با این مضمون روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ با اوکراین استفاده کرده. و برای اولین بار در ابتدای هفته اخیر برخی منابع خبری اوکراینی از ناموفق عمل کردن پهپادهای ایرانی شاهد 136 ارتش روسیه در جنگ اوکراین گزارش‌های منتشر کردند. با گذشت زمان دیگر رسانه‌ها نیز از عملکرد ضعیف پهپادهای ایرانی در اختیار روس‌ها سخن به میان آوردند. انتقادات علیه عملکرد فنی پرنده‌های ایرانی در رسانه‌ها ادامه داشت تا اینکه وال استریت ژورنال بالاخره مجبور به پرده‌برداری از برخی حقایق شد.
طبق جدیدترین گزارش این روزنامه آمریکایی، پهپادهای ایرانی در اختیار روس‌ها توانسته آسیب‌های جدی و سختی به برخی اهداف مهم اوکراینی وارد کند. پس از اعلام این خبر بود که دیگر رسانه‌های فارسی زبان دنیا مثل یورونیوز فارسی، بی بی سی فارسی و صدای آمریکا شروع به تغییر مواضع پیشین خود در قبال عملکرد پهپادهای ایرانی کردند. نهایتاً طی این گزارش مشخص شد نه تنها عملکرد فنی این پهپادها در جنگ روسیه اوکراین موفقیت آمیز بوده، بلکه زنگ خطر جدی برای دشمنان ایران به حساب خواهد آمد. چرا که پیشتر و به نقل برخی از مقامات ارتش ایران، دیگر پرنده ساخت ایران یعنی آرش دو برای نابودی برخی اهداف خاص همچون اسرائیل طراحی شده. خلاصه که هجوم به حیفه و تل آویو در نظر گرفتیم. دمیتری شوگایوف، مدیر سرویس فدرال همکاری‌های نظامی فنی روسیه، گفته که همکاری‌های نظامی فنی روسیه و ایران با موفقیت در حال توسعه است. شوگایوف در مصاحبه‌ای با برنامه مسکو کرملین پوتین از شبکه تلویزیونی روسیه یک گفته که فقط میتونم یه چیز بگم که کاملاً با موفقیت در حال توسعه است. وی در پاسخ به سوال روزنامه‌نگار پاول زاروبین درباره میزان فعال بودن همکاری نظامی فنی با ایران پاسخ فوق رو مطرح کرد. شوگایوف در 16 آگوست در همایش ارتش 2022 خبرنگاران گفته بود که روسیه قصد داره به تقویت پتانسیل ارتش ایران کمک کنه. وی گفته بود همکاری‌های نظامی فنی بین روسیه و ایران سابقه طولانی داره. جمهوری اسلامی ایران به تعداد زیادی تجهیزات نظامی شوروی و روسیه مجهزه و در آینده هم قصد داریم به کار خود با هدف تقویت پتانسیل‌های رزمی نیروهای مسلح ایران ادامه بدیم. پیش از این رئیس سرویس فدرال همکاری‌های نظامی فنی روسیه گفته بود که مسکو آماده گسترش همکاری با تهران پس از رفع محدودیت‌ها از طریق شورای امنیت سازمان ملل است. سخنرانی رئیس جمهور رئیسی هم تو سازمان ملل باید خیلی جالب بشه. رئیسی خودش در این باره گفته که در سازمان ملل صدای ملت ایران خواهم بود. رئیس جمهور رئیسی پیش از سفر به نیویورک گفت حضور من در این سفر عزتمندانه و با افتخاره. برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکایی‌ها ندارم و این سفر محل تبیین ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌هاست. در واقع این سفر می‌تونه یکی از جلوه‌های جهاد تبیین باشد. آقای رئیسی در این سفر علاوه بر سخنرانی در 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تعدادی از سران کشورهای شرکت کننده در این نشست هم دیدار و گفتگو می‌کنه. رئیس جمهور و هیئت همراه از فرودگاه جان اف کندی می روند به محل اقامتشان که هتلی است در نزدیکی سازمان ملل. صبح سه‌شنبه افتتاحیه نشست 77مین مجمع عمومی است. نوبت سخنرانی رئیس جمهور اما از پشت این تریبون چهارشنبه هول و هوش ساعت 6 عصر به وقت تهران خواهد بود. با استفاده از فرصت حضور همتایان و مقامات عالی رتبه کشورها، در حالی که امیر عبداللهیان هم همراه رئیس جمهور هست و مشخص است یکی از محورهای اصلی دیدارهای وزیر خارجه اینجا چه خواهد بود. سلام علیکم و رحمت الله. برای آقای رئیسی اما دیدارهای دو جانبه با سران کشورها و پرسش و پاسخ با خبرنگاران در نیویورک چیده شده. جلساتی هم با رسانه‌های آمریکایی و ایرانیان مقیم آمریکا و نخبگان سیاست خارجی ایالات متحده دارد و البته ملاقاتی با دبیر کل سازمان ملل. اینها برخی از برنامه‌های پیش روی رئیس جمهور در سفر به نیویورک خواهد بود. آقای رئیسی در شرایطی به نیویورک میره که موضع ایران در همه زمینه‌ها تقویت شده، از نظامی بگیر تا سیاسی و تجاری. این یه مورد رو داشته باشین: رشد 40% صادرات ایران به قاره آفریقا در 5 ماه نخست امسال. آقای لطیفی سخنگوی گمرک گفته که در سال گذشته به 50 کشور صادرات و از 18 کشور واردات داشتیم. البته در 5 ماه نخست امسال صادرات 40% و واردات 147% با 55 کشور قاره آفریقا نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته. طبق گزارش مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد هم میزان صادرات نفت ایران در ماه ژوئن توسط مؤسسه کپلر و تانکر ترکرز به ترتیب 1.5 میلیون بشکه در روز محاسبه شده. روند صعودی تولید نفت ایران نیز همچنان تداوم یافته. برغم اذعان مقام های واشنگتن به شکست کارزار فشار حداکثری، مراودات نفتی چین و ایران وزیر خارجه سابق آمریکا را عصبانی کرده و خواستار تشدید تحریم ها شده. وزیر خارجه سابق آمریکا که روابط نزدیک با گروه منافقین هم داره مدعی شده که تحریم ها اگه اجرا نشه ارزشی ندارن. چین داره نفت ایران رو میخره و این رژیم رو غنی میکنه. گام اول برای توقف دستیابی ایران به سلاح اتمی اینه که بدون هر گونه استثنایی تحریم ها رو اجرا کرد.
آقا برنامه تقریبا تموم شده بود و داشتیم میرفتیم واسه مونتاژ که این خبر ناب به دستم رسید و دیدم که حیف تنهایی بهش بخندم. وقتی بن سلمان در انگلیس تحقیر میشود. بر اساس گزارش رویترز محمد بن سلمان از شرکت در مراسم تشییع جنازه الیزابت دوم منع شده، اگرچه که در ابتدا ازش دعوت هم شده بود. فعالان عمومی دعوت شاهزاده رو لکه‌ای بر خاطره ملکه خواندند. او به یاد قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگاری افتاد که گفته میشود او آن را تحریم کرده. در نتیجه وارث تاج و تخت سعودی لندن رو ترک میکنه و به نمایندگی از سعودی شاهزاده ترکی بن محمد آل سعود به جای بن سلمان در تشییع ملکه شرکت میکنه و این بی محلی های سران اروپایی نشون میده که عربستان باید تولید نفت و گاز خودش رو افزایش بده تا در زمستان به داد کشورهای اروپایی برسه. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه عزیزان و سعی کنین که این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش تا یه ویدیو دیگه در پناه حق باشین.